واقعا باریکلا داره، حسابی زده رو دست مانکنا. آی به جای اون من هیجان زده شدم، تمام دستام یخ کرده. ما هم از اینا بگیری؟ نه ترس، خودشون بهت میده. تو چه دیان؟ آی کفشم پامو میزنه. جدیده؟ شکر. چرا صدا در نمیاد؟ نوشیدنی میخوای؟ آره. اوز؟ چرا یامان خان اصلا پیش ما نمیاد؟ شلوغه دیگه، چند دقیقه دیگه میاد. بفرم، اول به مهمونا بده دخترم، من غریبه نیستم. بفرم، اگه مون ور میدارم. قند سر عقد نیستش که، اشانتیونه. هرچی باشه همه بگیرن، حالا پس فردا نگن پذیراییمون بد بوده. چی؟ پذیرایی ما؟ ای جونم. بیا عزیزم، فرخونده، فرخونده. ممنونم عزیزم. شبتون خوش. آیامان خان اینا دارن میان. خوش اومدی. آروم، نمیخواد جار بزنی. میگم بیا بریم پیش صدف. آره بریم، بیا نجلا، بیا. شب بخیر. شب بخیر. سلام جیدا جون، به سلامتی و میمنه. معلومه که خبرو شنیدی. نمیدونین چقدر خوشحال شدم. شوکت یامان خان دارن پدر میشن. جیدا حامل است. تبریک میگم، مبارک باشه. ممنون. حالا دیگه نوبت شماست، بجومید دیگه. انشالله. علی رضا فردا آگهیمون دوباره چاپ میشه. آره، یه چند روز دیگه هم چاپ بشه، ببینیم چی میشه. روزای اول ملت چه جوری می اومدن؟ دو روز هیچ کس یه زنگم نزده. میگم میخوای یکم قیمتو کم کنیم؟ مثلا چقدر؟ مثلا به جای 2 میلیون که گذاشتیم بگیم 1.7 میلیون یا 1.9. یه دفعه میخوای 500 هزار تا کم کنی؟ خیلی زیاده، حیفه. میگن کسی که به کم راضی نشه چیزی گیرش نمیاد. اگه فروش نره چی کار باید بکنیم؟ مجبورم قیمتو بشکنم. فکرتو چی میگی؟ معلوم نیست حواسش کجاست. فکرت، دخترم، پدرت یه چیزی پرسید. جانم بابا. دخترم، میگه قیمتو یه ذره کم کنی؟ وگرنه خونه فروش نمیره، میمونه رو دستمون. مامان، به نون خشکی که نون نمیفروشیم. چیزی که داری میگی رو دستمون میمونه خونمونه. اینم که آدمو از حرف زدن پشیمون میکنه. مامان، شیرینی میخوای؟ دلم که خیلی میخواد، اما مگه تو خونه داری؟ نه، میرم میخرم. دخترم این وقت شب که نمیشه. از همین قنادی سر خیابو میگیرم و میام. هرچی میخواین خودم میگیرم. نه، میخوام یکم هم هوا بخورم. خودت میدونی. خیریه، فکرت چشه؟ امشب با خودشون نبردنش از اون ناراحته. الله اکبر. خیلی خوب شروع کردی. دیگه هیچ کی نمیتونه جلوتو بگیره. ایشالله، به امید خدا. خیلی خسته شدم، میخوام بشینم. ای بابا تحمل کن دیگه. اینا حسن و شلن و ارجورکان نیستن؟ آره. اونورم ریحان کاراجا و اگه وایستادن. وای، من میخوام برم از نزدیک ببینمشون. منم میام. خاره بریم. عزیز دلم، خسته شدی؟ نه. میخوای برات یه صندلی بیارم؟ خیلی سرپا بودی. باشه. صدف، تبریک میگم. فقط تو یه کلمه میتونم بگم فوق‌العاده‌ای. ممنون. برای شرکتم موفقیت خوبی بود. جمله خوبی برای معرفی انتخاب کردم. عاشق میشیم.
پیش این چهره هیچ چیز دیگه هم نمیتونستم پیدا کنم. خوب کسی رو پیدا کردم. خیلی ممنون. جیدا باید حرف بزنی. پدر این بچه اوزه، تو هنوز انقدر بزرگ نشدی که بخوای این سوالا رو از من بپرسی. خانم کوچولو جواب بده، فکر کردی کی هستی؟ حرف دهنتو بفهم، بی ادبی هم نکن. بی تربیت تویی. همینجا بذارید. متشکرم. بشین عمرت. بریم دیگه، حوصله‌ام سر رفت. کجا بریم؟ خیلی زوده. باید یکی دو نفر دیگرم امشب ببینم. این ملاقات ها واسه ما خیلی مهمه. کجای اوز؟ یهو غیبت میزنه، فرار میکنی میری. یمان خان تلفن شماست. الو، با آقای یمان صحبت میکنم؟ بله خودمم. همسرتون حامله است، تبریک میگم. ببخشید به جا نیاوردم جناب عالی. مطمئنیم که بچه خودتونه؟ چی داری میگی؟ شما کی هستی؟ چی شده؟ جواب بده، تو کی هستی؟ ممکنه بابای اون بچه شما نباشی. ازتون میخوام یه تحقیقی بکنین لطفا. گوش کن. الو، الو، و من مسئول تمام اتفاقایی بودم که بعد از این افتاد. یامان چی شد؟ داداش حالتون خوبه؟ خوبم. کی بود؟ بهت چی گفت اینجوری عصبیت کرد؟ مهم نیست. هر کی بود که خوب تونست به هم بریزتتون. تو واسه چی میپرسی؟ به تو چه؟ کنجکاو شدم مگه چیه؟ یکی میخواست با هم شوخی کنه. بگذاریم، من میرم نوشیدنی بگیرم. بگو تهویه ها رو را بندازن، هوا خیلی سنگینه. ما بریم دیگه. من یه دستشویی برم. باشه. چی شده داداش؟ چیزی نیست. چرا به حول و ولا افتادی؟ میگم چیزی نیست ای بابا. معذرت میخوام. برو پیش زنت. آخه منو چه به کفش پاشنه بلند پوشیدن؟ باهام دارن از در زغزغ میکنن. دیگه باید عادت کنید. اگه ادامه داشته باشه از این شبا زیاد دارید. اینشالله. خب حالا دیگه میتونیم بریم. داداش ما داریم میریم. با هم چند دقیقه دیگه میریم، فردا کار دارم. داداش لطفاً. شوکت راست میگه، ولکن بذار یکم حالشو ببریم. شب همگی بخیر. به سلامت.
خداحافظ. شب بخیر. شب بخیر. پس صدف کی میاد پیشمون؟ عزیزم میبینی که خیلی سرش شلوغه. عزیزم خیلی شیرینه. باید صدف رو میدیدی، اینقدر خوشگل شده بود از بس دارو برای شلوغ بود حتی نتونست بیاد پیش ما. دیگه چه خبر بود؟ یمن خان اینم اونجا بودن؟ آره بودن، با جیده این عقل کلا دور سالن میچرخیدن. حالا که حامل است دیگه حسابی خودشو گرفته. پس حسابی حالشون خوب بوده؟ انگار اجاق کورش تازه روشن شده. ولش کنی زنش میذاره رو سرش حلوا میکنه، اینجوریه دیگه، حساسه. مرد بیچاره. چرا بیچاره؟ واسه اینکه زنی مثل جیده داره. یهویی چه چو؟ چیزی نیست. شب بخیر. باید میدیدینش. اعتراف میکنم این پروانه ها دورش میچرخیدن، همه چشمان به اون بود. خیلی خوشگل شده بود، خیلی. آخ عزیزم ماشاءالله. از محصولاتشون نشانتیونم گرفتیم. مامان برای شمام گرفتم، رو میز اتاقمه، برش داریم. ممنون دخترم. گرچه مامانت به این چیزا احتیاج نداره ولی خیلی ممنون. شکر تو چرا از این جور چیزا به من نمیگی؟ حسود هرگز نیاسود. خب راستی نایر چی کار میکرد؟ لابد اون وسط واسه خودش میچرخید، از هیجان داشت مثل بید میلرزید. الان اینجوری هست. حالا بذار صدف یکی دوتا پیشنهاد کار دیگه بگیره، یکم که مشهور بشه بعدم ببین جواب سلام من و تو رو میده. هر کسی شهرت رو دوست داره، دوست داره یه خاطره به جا بذاره، اسمی از خودش به جا بذاره. اما بزرگترین خطری که بعد از شهرت انسان رو تهدید میکنه غرور و تکبره. آدم نباید فراموش کنه کیه و از کجا اومده. اگه آدم اطرافیانشو عزیزانشو کوچیک ببینه، یکی یکی اونا رو از دست میده و تنها میشه. صدف دختر عاقلیه، هیچ وقت اینطوری نمیشه. ایشالله که خدا خودش بهش کمک میکنه. آمین. صدف عزیزم، خوشگلم، نفسم، هنوز میخوای بخوابی؟ من دارم میرم بیرون. وای چقدر دیر شده، الان دیگه بلند میشم. خستگی در رفت؟ ای تو خوابم همش نور فلش دوربین تو چشمام بود. آره دیگه مشهور شدن که آسون نیست. ای بابا پاشو صورتتو بشور، چای حاضره. Küçücük yüreğim, yorgun, çaresiz, yalnız vurunca kapını aşk her uyan. مامان اون چیه دسته؟ هیچی، کاغذه. چه کاغذی؟ بده ببینم. ای یار چش شهلای من، یک حرفی دارم که نمیتوانم به شما بگویم. نمیدانم دیوانم یا مجنون، نمیتوانم رازم را به کسی به امانت بسپارم. مامان این دیگه چی است که شعر میگی؟ خدا خیرت بده، من شعر مرچه میفهمم. احتمالاً احمد آقا می نویسه. وقتی داشتم کتشو تعمیر می کردم تو جیبش بود، حتما یادش رفته. جالبه. مامان میگم نکنه اینو برای تو نوشته. دیگه چی؟ مگه میشه آدم جیب لباسی رو که داره میده تعمیر نگاه نکنه؟ به نظر من مخصوصاً گذاشته که تو بخونی. ای صدف، داره بهت ابراز علاقه میکنه. صدف منو دست نندازا، فکر نکن معروف شد یا همچی میزنمت. راستش بعید نیست.
اگه اینطوری باشه که خیلی کار زشتی کرده، اصلا از این کارا خوشم نیومد. چه معنی داره؟ وا داری چی کار میکنی؟ الان میبینی این دنیا دو روز دلبر وفا نداره. این دنیا دو روز دلبر وفا پالون حتی از تلام باشه خر بازم خره. این دیگه چی بود؟ مگه از صبح نگفتی میخوام شعر یاد بگیرم؟ منم یه شعر خیلی معروف برات خوندم دیگه. سرکس اون جان، آخه شعری که توش خره الاغ داشته باشه شعره؟ واقعا که داداش احمد تلفن. الو صبح بخیر احمد آقا. زنگیرم. صبحتون بخیر، حالتون چطوری؟ متشکرم. کتتون حاضره، شاگردتون رو بفرستیم بیاد بگیره. شاگردم خیلی کار داره، من خودم میام. نه زحمت نکشین، کارش که تموم شد بیاد. باشه، بدهیتونم شد ده لیر، خداحافظ. آخیش دلم خنک شد. مامان گفتن ناز کن، ولی دیگه اینم خیلی خشن بود. پس تو هنوز خشن ندیدی؟ حرف نزن ببینم. حالا چی شد یه دفعه؟ فکرامو کردم همین. قبل از دیشب هرگز کسی رو ناراحت نکرده بودم. هرگز نمیخواستم دل کسی رو بشکنم. اما برای اینکه بتونم لیلا رو از عذر جدا کنم چاره دیگه ای نداشتم. با اون تلفن که نشد، باید یه فکر دیگه میکردم. آها، آگهی ما چاپ شده. ببینم کو؟ کجاست؟ ایناش دیگه خیریه، اینجاست. آه. اوه، این دفعه بزرگتره. خوب شد دادی تو کارت چاپش کنن، بیشتر به چشم میاد. اینطوری هم کرده بودین دیگه. بذار ببینم. علی رضا برای شام چی درست کنم؟ هرچی دوست داری. به خدا این انتخاب غذا از پختن خود غذا سخت تره. آه، خوراک لوبیا میذارم، دوست داری؟ آی، کنارش پلو هم باشه. پاشو پاشو بریم آشپزخونه، یادت بدم چطوری لوبیا خیس میکنم. من خودم بلدم. چه بهتر. داری چی کار میکنی؟ تو اینترنت دارم چک میکنم، اگه وام حاضر باشه میریزن به حسابم. اینم از اینجا دیده میشه؟ عجب، همه چیو میدونه. عقل جنم بهش نمیرسه، همه کارا رو راحت کرده. من دارم میرم بیرون، یه چند تا آگهی فروش خونه دیدم، میرم ببینم. حالا وایسا دخترم، هنوز که این خونه فروش نرفته. باشه، به هر حال که فروش میره. چیزی لازم نداره این سره را بخرم؟ نه. پس لوبیاها چی شد؟ خیس کردم. چه زود؟ آب تو کتری رو ریختم روش. فعلا خداحافظ. به سلامت. راستی فرخنده، دخترم ترشی هم بگیر. زیاد نگیر یا یکم بگیر. باشه چشم. به خاطر این فشار خونمون نمیتونیم یه دل سیر ترشی بخوریم. خب آدم دلش میخواد دیگه. اینم تموم شد خیریه. پول به حساب شوکت واریز شد. خوب شد. فکرت رفته سفارش رو تحویل بده؟ نه، رفته تو ساحل قدم بزنه. دوباره رفته تو خودش. فکرت این روزا یه چیزی شده؟ کی چیزیش نشده؟ جدی میگم، دیروز تو اتاق فرخنده بود، نگران شدم که درباره چی حرف میزنه. تو هم که حرف بزنن نگرانی، دعوا کنن نگرانی. بذار به حال خودشون باشن، حالا درباره هر چی حرف زدن زدن دیگه. میخواستم بگم اگه چیزی میدونی به منم بگو، اما تو ظاهرا دخالت نمی کنی.
وای علی رضا، خدا کنه واسه خونه زنگ زده باشن. ایشالله خدا کنه. الو بفرمایین، اختیار دارین؟ بله آگهی ماست. ای خدا، خیریه؟ بله البته میتونین بیاین. بله بفرمایین، آدرس رو خدمتتون بگم؟ آها بلدین؟ میدونین کلانتری کجاست؟ آها باشه، بله منتظرتونیم قربان، روز شما بخیر. ای خدا دارن میان، دارن میان، خدایا شکرت، خدایا شکرت، ایشالله که میپسندن. ای وای امروز گردگیری نکرد. خیریه دوباره شروع نکن. بهشون آدرس ندادی؟ به خدا نمیتونن خونه رو پیدا کنن. گفتن رسیدن کلانتری، زنگ میزنن بهشون آدرس میدم. خوبه خوبه. ای دیدی هیچی برای پذیرایی نداریم؟ کاش به فرخونده میگفتم کیک بخره. خیریه خانم، برای خوردن کیک نمیان. ببین بازم داری عصبی میکنی. فکرتم که نیومد، دقیقا هر وقت لازمش داریم نیست. پشم برم تو آشپزخونه یا نه وایسا زنگ بزنم به فرخونده بگم سر راه یه چیزی حاضری بگیره. اصلا تو پاشو برو پیش نایر خانم. برای چی؟ قهوه صبحتونو بخورین دیگه، از دیروز تا حالا همدیگر رو ندیدین. دستت درد نکنه، حالا دیگه منو میفرستی دنبال نخود سیاه؟ بی خودی نگران نباش، دهنمو باز نمی کنم یه وقت آبر تو ببرم. خیریه تازه حالت یکم بهتر شده، برای اینکه به زحمت نیفتی میگم، اصلا خوبی به تو نیومده. نیست که به تو خیلی میاد، با این سن و سلم داری با هم مثل بچه دو ساله رفتار میکنی. بیا اینجا بسر، بیا اینجا. گرفتی؟ گرفتم اوستا. بده ببینم. خدافظ داداش. ببخشید. به سلامت. من یه قهوه خواستم. بابا بابا یه دقیقه وایس دیگه سر کنسول. الان واسهتون میارم سر مت خان. جیب و دوخته حتما شعرم خونده، نکنه خواسته با جواب ندادن به این بفهمونه دوستم نداره، نکنه من دارم اشتباه برداشت میکنم. ای بابا یعنی چی آخه؟ کی اومد صدف؟ خاله خیریت. خسته نباشی. وای خوش اومدی خواهر جون. مزاحم که نیستم. اختیار داری، خیلی هم خوشحالم کردی به خدا. بفرما بفرما. من همینجا میشینم، تو هم به کارت برس. باشه مشغول باش. قرار بود امروز بیان خونه رو ببینن، علیرضا خانم منو دک کرد. آخ خیلی هم کار خوبی کرد، اقلا تونستم ببینمت. کیا میان؟ ایشالله که آدمای خوبی باشن. علیرضا باهاشون هر زد، حالا بذار خونه رو بخرن، خوب و بد بودنشون ارزونی خودشون. اینجور نگو خواهر، شما که میرین ما باهاشون طرفیم، همسایگی خیلی مهمه. خدا رو چه دیدی؟ یه وقت دیدی شما زودتر از ما رفتین، بچه ها تعریف کردن، میگفتن که صدف تو مهمونیش فوق‌العاده بوده. من مطمئنم که آینده حسابی پول در میاره. واقعا خوششون اومده بود؟ آره خیلی، میگفتن اون همه آدم معروف اونجا بود، هیچ کسو محل نمیذاشت. اینطوری گفتن؟ به خدا دخترم کلی بهت افتخار کردم، ایشالله روز به روز بهتر از این بشی. آمین. هر از گاهی از پنجره یه نگاهی بنداز ببینم بالاخره اومدن یا نه. آی تو رو خدا نایر جون، دعا کن اینجا رو بخرن. میخوای یه حلوای نظریه کار را بنداز درست کنی؟ اون دیگه چیه؟ واه نمیدونی؟ برای اینکه زودتر به خواسته برسن درست میکنن، نیت که کردی حلوا درست میکنی، موقع هم زدنم 40 بار یاسین میخونی، بین در و همسایه پخش میکنی، یه کمی هم خودت میخوری، یه بشقاب هم جلوی در یا روی پشت بوم میذاری پرنده ها بخورن، که نیتت مثل بال زدن اونا فوراً برآورده بشه. آی از دست تو چه چیزا که نمیدونی. پاشو پاشو همین الان یکم درست کنی. پاشو اومدم برات کار درست کردم. این چه حرفیه؟ پاشو صدف پاشو. باش بیا بریم. بیا بریم بری. کی به دستشون میرسه؟ حد اکثر یه ساعت دیگه. خوبه. اسم فرستنده رو ننوشتین؟
لازمه؟ بله. پس بی زحمت خودتون بنویسی. فرستنده اوز آیهان. بیا. سلام. چه خبر؟ کجا بودی؟ دنبال کارهای پروژه بودم. میخوای یه نگاهی به اینا بنداز. بذارشون همونجا، بعدن میبینم. بیا تو. شماره ای رو که داده بودین استعلام کردم. مال یه تلفن عمومی تو اسکوداره. عجب، تلفن عمومی تو اسکودار. موضوع چیه داداش؟ استعلام شماره و این چیزا مشکلی هست؟ نه چیزی نیست. همه چی رو برای؟ آره رو برای، مشکلی نیست. چیز دیگه ای هم هست آقای یمان؟ نه ممنونم. مثل این که فعلا سرتون شلوغه، من بعدن میام. باشه میبینمت. قضیه این تلفن چیه؟ نمیدونم. میشه اینو بدی امضا کنن؟ فوق العاده است. محشره. بفرمین بریم بالا. راستش اصلا فکرش نمیکردم اینقدر عالی باشه. خیلی خوشم اومد. بوسفورم دیده میشه؟ بله، از بالکن دیده میشه. منظره خیلی قشنگی داریم. بفرمایید. خیلی ممنون. بفرمایید. اینجا اتاق بچه هاست. عالیه. خیلی قشنگه. دیگه از اینا نیست. پیدا نمیشه. همینطوره. اینجا هم یه اتاق دیگه هست. عالیه. اینم اتاق خواب ماست. نبینم هم مشکلی نیست. از بقیه اتاقا میشه فهمید چه شکلیه. اینجا هم بالکنه. بفرمایین از این طرف. بله. یاد اون روزا بخیر. یاد ایام جوانی بخیر. من تازه از خارج اومدم. به زبون آسون میاد، ولی 32 سال سوئیس زندگی کردم. حتما به خاطر شغلتون رفتم. رفتم اونجا دکترامو بگیرم، بعدم ازدواج کردم و همونجا موندگار شدم. بعد از فوت همسرم، خدا رحمتشون کنه، گفتم منم به یاد ایام قدیم برگردم مملکت خودم. بچه‌هام ازدواج کردن، فعلا نمیتونن به خاطر مدرسه بچه‌هاشون بیان، اما دوست دارم در آینده با اونا توی همچین خونه زندگی کنم. انشالله. منم توی همچین خونه بزرگ شدم. اگه این تخته ها درا و پنجره و زبون باز می کردن، چه حرفایی که واسه گفتن نداشتن. بعضی وقتا بوی اون خونه قدیمیمون به مشامم می رسه، دلم براش تنگ میشه. برای همین از خونتون خیلی خوشم اومد علی رضا خان. این خونه رویاهام نیست، خونه خاطراتمه. می فهمم. بفرمایین بریم پایین، یه چیزی میل کنین. زحمت نکشین. اختیار داریم قربان، خواهش میکنم. خدا قبول کنه. آمین. مامان دارم میارم، تموم شد؟ آره عزیزم تموم شد، بیار. دستت درد نکنه صدف جون. دستت درد نکنه عزیزم. بیا شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوختم.
مامان هول نزن. نمیشه که دخترم اسمش روشه دیگه. حلوای کار را اندازه، باید سری خورده بشه. شما که نمیدونستین چیه. بابا از خودم در آوردم، اینم باورش شد. بوده تلفن. خیلی خوشمزه شده. واقعا که دختر از هر انگشتش یه هنر میریزه. باور کن خوش به حال کسی که میگیره. باورت میشه که اصلا به فکر ازدواج نیست؟ میگه ازدواج کنم که چی بشه؟ بذار یه بشقابم بکشم با خودت ببری خونه. بشین بشین بخور بعدا. وای یه چیزی شد. صدف چی شد؟ خیر ایشالله. مامان به هم پیشنهاد بازی توی فیلم تبلیغاتی دیگه دادن. از آژانس تماس گرفتن، میگن بیا برای مصاحبه. میدونستم، میدونم برات شده بود. عزیزم تبریک میگم. عزیزم مبارکت باشه. خوشگلم های جانم. آخ دیدی، حلوای کار را بنداز به کار صدف اومد. مگه تو اینو آرزو کرده بودی؟ نه، اما این کارا قسمت دیگه دخترم. وای بیا یه بار دیگه ببوسمت. بیا عزیزم. دلم خیلی برای استانبول تنگ شده بود، اما دروغ چرا؟ خیلی هم خورد تو ذوقم. این استانبول اون استانبول من نیست، تغییر کرده، خیلی رنگ عوض کرده. منم وقتی از ترابوزان برگشتم اینجا رو نشناختم. اون باقایی که توش توپ بازی میکردیم چی شد؟ یه دونه باقم دیگه نمونده. بله بله. خب علی رضا خان بریم سر مسئله خونه. آه سلام، خوش اومدی. خیلی ممنون. عروسم فرخنده، آقای سلامی اومدن خونه رو ببینن. راستی خیلی خوشبختم. منم همینطور سرکار خانم. خب علی رضا خان، راستش از خونه خیلی خوشم اومده، دقیقا همونیه که میخوام. بدون اینکه حتی یه میخ بهش بزنم میتونم توش زندگی کنم، فقط مسئله اینه که اونقدر پول ندارم. اگه تو قیمتش بهم تخفیف بدین میخرم. آقای سلامی، این خونه میراث منه برای بچه هم. به خاطر یه سری مسائل مجبوریم با عجله بفروشیمش، برای همین این قیمت آخرشه. تو زوریخ هرچی داشتم و نداشتم و فروختم. اینجا هم یه چیزایی داشتم، اونارم فروختم. چیز دیگه ای ندارم که بفروشم. حتی اگه از بانکم وام بگیرم بازم نمیتونم این مبلغ رو تامین کنم. برای همین در خصوص تخفیف اصرار کردم، وگرنه باور کنین اصلا اهل چونه زدن نیستم. منم همینطور، اما من 5 تا بچه دارم. اگه قرار باشه که خونه رو بفروشیم باید به همشون یه سهمی برسه. میخوام برای هر کدومشون یه خونه بخرم. اگه خونه رو به مرد محترمی مثل شما بفروشم خیالم راحت میشه، اما باور کنین کمتر از این برام مقدور نیست. توی آگهی نوشته بود نقد. بله نقد میفروشیم. اینم برای من یکم شرایط سخت‌تر میکنه. ای بابا چی کار کنیم؟ پس اجازه بدیم منم یکم فکرامو بکنم. خیلی ببخشین. خیلی بهتون زحمت دادم. خواهش میکنم، اختیار دارین. از آشنایی با شما خوشحال شدم. منم همینطور. حیاتتونم خیلی زیباست. تابستونا که آدم ازش سیر نمیشه. سلام قربان. سلام. همسرم خیریه آقای سلامی. خوشبختم. منم خوشبختم. حالتون چطور؟ خدا را شکر شما خوبین. والا اگه با علی رضا خان به توافق برسیم بهترم میشیم، اما بگذاریم روش فکر میکنیم. جوابم هرچی بود بهتون اطلاع میدم. اگه تو این فاصله یه مشتری دیگه پیدا شده خرید که دیگه قسمت بوده دیگه. روزتون بخیر. قربان. روز بخیر. روز بخیر. خدا نگهدارتون. ای داد اینم نشد. ای خدا. شنیدی که گفت روش فکر میکنه. بیا بریم تو اتاق یه قاشق از این بدم بخوری، بعد ببین چه زود فکرشو میکنه. این چیه؟
تا بخور کاری به این کارا نداشته باش. اما تو رو خدا بخوری یا بریم عزیزم، بریم. خیلی آرومتر؟ بیا بیا بیا. امان از دست تو. سلام. سلام. چطور بود؟ عالی بود. یه جاش نزدیک بود دیگه خوابم ببره، اما خب زود خودم رو جمع جور کردم. خب دیشب دیر خوابیدی دیگه، واسه همین خوابت می اومد. اگه 5 تا امتحانم داشتم بازم دیشب میرفتم، فوق‌العاده بود. کلی آدم معروف اونجا بود، همه اونجا بودن. چرا اینقدر دیدن آدمای معروف برات مهمه؟ جیم تو رو خدا دوباره شروع نکن لطفا، ناراحت میشم. خیلی خوب باشه. چی میخوری؟ چیزی نمیخورم. یواش یواش باید برم. یکم دیگه کنسرت شروع میشه. نجلا، من در مورد تو با بابام حرف زدم. خیلی مشتاقه که اونم باهات آشنا شه. باشه. یه روز میریم خدمتشون. در واقع خانواده‌ام همشون میخوان باهات آشنا شن. چی میگی؟ میشه آخر هفته دور هم جمع شیم؟ جیم، الان خیلی زود نیست؟ به نظر من که نیست. چه میدونم؟ بابام تازه گذاشته با هم دیگه دوست باشیم. حالا یه دفعه آشنا شدن و رفت و آمد زیادی کم زوده، نه؟ ما هنوز همدیگه رو درست حسابی نشناختیم. ولی من به اندازه کافی تو رو شناختم. منم همینطور، اما به نظر من یکم زمانی بیشتری نیاز داری. لیلا داره زنگ میزنه. الو لیلا، چه خبر؟ چی کار میکنی؟ سلامتی، تازه از امتحان اومدم. منم از آموزشگاه اومدم بیرون، گفتم همدیگه رو ببینیم. امروز میریم یه جا حرف میزنیم. اگرم دوست داری میریم خونه من، هر جور که راحتی. ببخشید، آخه من و جم داریم میریم کنسرت بچهای دانشگاهمون. فقط مال دانشجوهاست، وگرنه میگفتم تو هم بیای. نه، اصلا تو مودشم نیستم. بگذاریم، بهتون خوش بگذره. ممنونم، میبینم. سلام برسون. ببین جم سلام میرسونه. ممنونم. تو هم به سلام برسون. باشه، خدافظ. روز بخیر. روز بخیر، بفرمه. برای آقای یامان نامه دارم. بدین به من. خسته نباشی. شما هم همینطور. بیا تو. براتون یه نامه اومده. بذارم اینجا. این چیه؟ شوخیه؟ نه قربان، پیک آوردش. اوز کجاست؟ تو اتاقشه. الله اکبر، باشه. از اینکه بچه خودت مطمئنی، به نظر من ارزش پرسجو رو داره. اوست، این یعنی چی؟ چی یامان؟ باورم نمیشه، این چیه؟ یه نگاه کن ببین کی فرستاده. چی؟ یکی داره ما رو دست میندازه. این چیزا شوخی برداره؟ دیشبم یه زن زنگ زد همینا رو میگفت. این دیوونه کیه؟ چی از جون من میخواد؟ آروم باش داداش، خودت داری میگی دیگه، دیوونه از روانیه. گفتنش آسونه، از دیشب تا حالا میدونی چی به من گذشت؟ ما به هیچ کس ضرر نزدیم، دشمنم نداریم. کی میکنه این کارا رو؟ کدوم بیشرفه؟ این چیزیه که بشه با شوخی کرد؟ آدم خون خراب میشه، خون خراب. داداش، هر کی که پشت این ماجرا است فقط به خانواده تو کاری نداره. ببین داره منم قاطی میکنه، مشکلش ماییم، هر دو تامون. وگرنه چرا باید اسم منو بنویسی؟ میشه توضیح بدی توی همچین موضوعی واسه چی باید اسم تو هم بیاد وسط؟ آخ اگه گیرم بیفته میدونم باش چی کار کنم. آخ پیداش میکنیم، نگران نباش. موضوع تلفن صبح مربوط به این بود؟ داره از منطقه اسکو داره، از یه باجه تلفن زنگ زده. بذاریم بیناموس گیرش بندازم، میکشمش تو دادگاه. این کاغذو خودم با مشتم میکنم تو حلقش، میبینی؟
صبر کن داداش، آروم باش، من خودم حلش میکنم، تو نگران نباش، پیداش میکنم، یکی داره سر به سرمون میذاره. دارم خفه میشم. اون زنه واسه رسیدن به هدفش داره از من سوء استفاده میکنه. مردشون اون هدفشو ببرن کثافتو. من میرم. کجا؟ جیدا رو میبرم دکتر واسه ماینه. از دکتر وقت گرفتی. داداش به جیدا خانم چیزی نگو. الکی الکی اعصابش خورد نشه. کاملا معلومه که یکی داره به شما حسادت. نه بابا چیزی نمیگم. اوف اوز جون من، پیداش کن. پیداش کن تا حقشو بذارم کف دستت. گفتم پیداش میکنم. نگران نباش. بی‌ناموس. فرخونده داری چه غلطی میکنی؟ سلام جانم. الان من جونتم؟ شوکته. یه لحظه، الان میرم تو اتاقم. الو. ماشالله امروز از دنده چپ بلند نشده. الو، الان بگو من چی کار کردم؟ ببین منو، من میکشمت، فهمیدی؟ میکشمت. به خودت بیا، چت شده؟ بس کن دیگه، با من مثل احمقا رفتار نکن، همه چیو میدونم. پس بگو منم بدونم. تو دیگه پاتو از گلیمت درازتر کردی، تقاسشو پس میدی، برات خیلی گرون تموم میشه. وسط روز مشروب خوردی، چرا چرت و پرت میگی؟ دیشب فهمیدم وقتی یامان تلفنشو جواب داد چشمات داشت برق میزنه. چه تلفنی؟ خودتو به اون را نزن. به کی گفتی زنگ بزنه؟ کیو شریک جرمت کردی ها؟ نمیبخشمت. کسی که این نامه را نوشته دستشو میشکنه. عقل تا برداشته، نمیفهمم چه نامه ای، چه تلفنی؟ داری با آتیش بازی میکنی فرخنده. قسم میخورم که هیچی نمیدونم. چی شده؟ نکنه یامان بود؟ مرده که با هم رابطه داریم. یا قضیه بچه رو. اوز نکنه بچه مال تو باشه. نکنه یکی میخواد ازت باج بگیره. فرخنده گور برخصونی نکن، این بازی دو سر باخته. به خدا من هیچ کاری نکردم اوز. ای بابا گور برخصونی دیگه چیه؟ دستی که نوم میرسونه رو ببرم؟ یعنی من اینقدر احمقم؟ تازه مگه من فقط رابطه تو جیدا رو میدونم؟ ای داده بیداد، ملت عدسم بکنن از چشم من میبینن. فرخنده من بی خیال این قضیه نمیشم. اگه تو پشت این قضیه باشی مطمئن باش که حقتو میذارم کف دستت. خدا رو شکر یه دونه مشتری اومد، وگرنه دلم برای پول آگهی میسوخت. ببین به غیر از اون دیگه هیچ کسی زنگ نزده. چی شده؟ واسه این که من پذیرایی نکنم منو فرستادی برم، بعد خودت چاییدم کردی به اون دارم میخندم. به نظرت خونه رو میخرم؟ مامان زیر گاز خاموش کنم یا نه؟ خاموش کن، خاموش کن. ایشالله که خبرای خوبه، شایدم مشتری جدید باشه. الو. سلام بابا جون. شوکته. بهت زنگ زدم تلفنت خاموش بود، تو شعبه هم نبودی. با یه مشتری تو جلسه بودم، الان اومدم بیرون. میخواستم بپرسم پولو گرفتی؟ تو اینترنت چک کردم دیدم انجام شده. منم چک کردم تو حسابمه. تا برسم شعبه بده یه کارتمو تسویه میکنم. خیلی ممنون بابا جون، زیر سایتو نجات پیدا کردم. پسرم کاری نکردم. میشه با فرخنده حرف بزنم؟ فرخنده خانم، شوکت پای تلفنه، میخواد باهات حرف بزنه. ای بابا. الو عزیزم، موبایلم زنگ زد، فکر کردم تو تلفن کردی. جواب دادم دیدم یکی اشتباه گرفته، واسه همین خیلی جا خوردم. قطع کن بذار من خودم با موبایل بهت زنگ بزنم. چرا اینطوری نگاش میکنی؟ مگه چی کار کرده؟ این داره یه کارایی میکنه. از کجا فهمیدی؟ من زود میفهمم. آی نگو، حالا که داره همه چی درست میشه. وای خدا نکنه که دوباره یه اتفاقی بیفته، من اصلا دیگه کشش ندارم. یه خورده صبر کن، همه چی معلوم میشه. اوز
چرا اینقدر زود برگشتی؟ کار تو بوده لیلا، بگو ببینم کار توه. داری چه غلطی میکنی؟ چی شده؟ از دیوونه شدی؟ به یامان تلفن کردی، براش نامه فرستادی. چه نامه ای؟ چی داری میگی؟ به من دیگه دروغ نگو. من نمیدونم داری در مورد چی حرف میزنی. یعنی میخوای بگی تو به یامان نگفتی که اون بچه مال اون نیست، براش نامه هم ننوشتی؟ پس کی بود که بهش تلفن کرد؟ به خواهرتم چیزی نگفتی؟ نه. دیشب یه زنی به یامان خان تلفن کرده، بهش گفته ممکنه بچه مال اون نباشه، براش نامه فرستادن، بازم گفتن بچه مال اون نیست. پس حتما این وسط یه نفر دیگه هم هست که میدونه اون بچه مال توه. از دیگه کی از این موضوع خبر داره؟ این کار تو بوده مگه نه؟ میخوای ذهن یامان خراب کنی، با من بد بشه. نه نه خیر، من اگه بخوام این کارو بکنم اصلا حاشیه نمیرم، با تلفن و نامم کاری نمیکنم، میرم موضوع رو خیلی واضح بهش میگم. ببین اگه دروغ بگی یا خجالت بکش داری منو بازخواست میکنی. واقعا که تو که اینقدر میترسیدی چرا با زنش رابطه داشتی؟ اون موضوع تموم شد، دارم میگم خیلی وقته که تموم شده. اگه اینطوره پس چرا اینقدر بهش فکر میکنی؟ بهش فکر نمیکنم، میخوام بفهمم که کی داره به یامان اینا رو میگه. به تو چه؟ یعنی چی به من چه؟ این موضوع به منم مربوط میشه، میترسم بخواد اوضاع رو بدتر کنه، تازه اصلا دلیلش هم نمیدونم. اگه یامان خان بخواد میتونه واقعیتو بفهمه، یعنی میتونه از دادگاه اجازه تست بگیره و حقیقتو بفهمه، بعدش هم میتونه بره اون شرکتی که نامه رو فرستادن ببینه کی نامه رو فرستاده. از شرکت پرسیدم، آدرسی نداشتن، باید برم اداره پست. اما درسته، یکی بالاخره حقیقتو میگه. چیز خاصی هست؟ نه نه همه چی خوبه. اونی که اینجاست بچه هست؟ نه نمیتونه اینقدر بزرگ باشه، اون بچه نیست. ببین این بچه تونه. وای خیلی کوچیکه. یامان ببین اندازه یه دکمه است. آره عزیزم. یامان از الان نگرانه، قشنگ از چشاش دارم میخونم. یامان خان خواهش میکنم اگه سوالی داریم بپرسین. یامان؟ نه هیچ سوالی ندارم، خیلی ممنونم. یامان چی شده؟ از چیزی ناراحتی؟ نه چیزی نیست. نکنه این بچه رو نمیخوای؟ مگه همچین چیزی میشه؟ این چه حرفیه؟ چند روزه که خیلی تو خودتی، میگم نکنه پشیمون شدی از اینکه قراره پدر بشی، خوشحال نیستی؟ مگه میشه خوشحال نباشم؟ دیروز یه اتفاقی افتاد، یکم ذهنم به هم ریخته، چیز مهمی نیست. چی شده؟ اصلا چیز مهمی نیست. یامان بگو چی شده؟ مربوط به کارته؟ اتفاق بدی افتاده؟ اونی که دیشب زنگ زد کی بود؟ چرا هیچی بهم نمیگی؟ یه خانومی بهم تلفن کرد. خب؟ گفتیم بچه از من نیست. چی؟ میدونم که مزخرف میگفت، هر کی بود معلومه که میخواست اذیتم کنه. خب؟ امروزم برام یه نامه اومد، این همون حرفا رو نوشته بود. باورم نمیشه، این کثافت کیه؟ نمیدونم، اما خیلی اعصابم به هم ریخت. پس یعنی باور کردی؟ نه ولی خب آدم به هم میریزه دیگه. بگذاریم، اوز داره پیگیری میکنه. اوزم میدونه؟ فرستنده نامه رو به اسم اون فرستاده. اوا تو نگران نباش، تا چند روز دیگه میفهمیم کی بوده. تا متوجه نشم کی این کارو کرده خیالم راحت نمیشه. اگه متوجه نشیم کار کی بوده، تست دی ان ای انجام میدیم و خیال خودمونم راحت میکنیم. داری جدی میگی؟ مگه چی عزیزم؟ گفتم اگه لازم باشه. تو به من اعتماد نداری؟ این موضوع ربطی به اعتماد نداره. وقتی معلوم بشه کاری کی بوده ازشون شکایت میکنیم، اون وقت لازمه که این کارو انجام بدیم. خیلی خوب، هر وقت خواستی تست دی ان ای رو انجام میدیم. حالا این شد گرفی، اما قبل از اون برگه طلاق رو امضا میکنیم. من نمیتونم با کسی که بهم اعتماد نداره زندگی کنم، حتی که پدر بچه‌م باشه. این ازدواج تموم میشه، فهمیدی؟ تموم میشه. شما
شوکت ما هم دیگه کم کم بریم دنبال خونه بگردیم. امروز چند جا سر زدم. حالا بذار یه پولی دستمون بیاد، عجله نکن. زنگ نزد، دیدی؟ نمیخره، حالا میبینی. گفت چه بخوام چه نخوام بهتون خبر میدم. نظرتون چیه بچه ها؟ قیمتو بیاریم پایین؟ نمیدونم. همون 250 تایی که کم کردیم خودش پول یه خونه است. نه بابا، قیمتو پایین نیارین. همین پولی هم که قراره بده کافی نیست. 1,750,000 اگه تقسیم بر 6 چقدر میشه؟ نفری 290. چه زود حساب کردی؟ خب معلومه، باید حساب کتاب کنیم بدونیم چقدر پول داریم که دنبال خونه باشیم. همه پولو بابت خونه ندین بچه ها، یه خونه کوچیکتر بخرین، بقیهشو بذارین تو بانک. بازم خیال بافی شروع شد. دخترم برو جواب بده. علی بفرمایید. خواهش میکنم. یه لحظه بابایی، آقای سلامیه. ای خدا خودت کمک کن. بفرمایین آقای سلامی. خواهش میکنم. بفرمایین. بله بفرمایین. پس اینطور. مبارک باشه. چی شد؟ میخره میخره؟ وای اینم که آدمو دق میده به خدا. متوجه شدم. بله حتما میتونیم فردا کارو شروع کنیم. ساکت. باشه. فردا میبینمتون. بازم مبارک باشه. فردا پولو میده. خدا رو صد هزار مرتبه شکر. مارون تر خانم. میم خونه جدید. هورا. هاشین مامان جون، قول داده بودین فروختین برامون برخصی. آه معلومه که میرخصم. وای خدا رو شکر. مامانی خوشگله. خیر باشه ایشالله. سب کن، باید به نایر تلفن بکنم. چقدر حولی. باید زود بهش خبر بدم، بیچاره خیلی نگران بود. الو خواهر جون مژده بده. چی شده؟ خیر باشه. وای خونه رو فروختن. چی؟ خب چشمت روشن، دیدی بی خودی نگران بودی. بالاخره درست شد، گفتم میشه. میدونستم خوشحال میشی، واسه همین گفتم زود بهت خبر بدم. دیدی حلوای کار را بنداز جواب داد. استغفرالله، حرف زدنش هم عوض شده. باشه عزیزم میبینمت. بازم چشمتون روشن، امیدوارم همه چی همونطور که دوست داری بشه. ممنون قربونت برم، میبوسمت. دارن میرن، میبینی صدف. صدف. ایوا تو چرا همچین میکنی؟ به این زودی اسباب کشی میکنن؟ کی میخوان برن؟ نمیدونم. صدف با خودت اینطوری نکن، حتما یه خیری تو این کاره. شاید اینطوری بهتر باشه. شاید. علی رضا فردا صبح زود بریم بانک. میگم یه وقت نکنه طرف یه دفعه خدای نکرده پشیمون بشه. من میبرم اتون، صبح زود با هم میریم. منم دانشگاه نمیرم، همه با هم میریم. نمیشه که مثل این ندید بدیدای لشکر دنبالمون را بندازیم. من و بابات میریم و بر میگردیم. مگه نه عزیزم؟ علی رضا به چی فکر میکنی؟ بازم میتونیم کنار هم باشیم، دور هم جمع بشیم، یه خونواده ایم، مثل همیشه پشت هم باشیم، هیچ وقت از هم جدا نمیشیم. آخ بابا گفتی خانواده، یادم رفت به لیلا خبر بدم. آره آره. انگار خونه نیستن، جواب نمیدن. الو؟ فکر کردم نیستی. چه خبر نجلا؟ خونه رو فروختیم لیلا.
میرم. واقعا؟ فردا قرارداد مینویسن. منا نگاه، بهش بگو بعد از اینکه تمام پولو گرفتیم سهم اونم میدیم کامل. شنیدی مامان چی گفت؟ چی گفت؟ دستش درد نکنه. تو که ناراحتی چیزی نداری ها؟ نه خوبم. چی شده؟ باشه عزیزم باشه، من بهت خبر میدم. باشه، به همه سلام برسون. لیلا خیلی خوشحال شد. خب باید هم خوشحال بشه، به این راحتی یه دفعه کلی پول میاد دستش. شوهرش هم که خونه داره، پولش میمونه برای خودش، چی از این بهتر؟ سهم منو تو بردار بابا، وقتی بزرگ شدم به این بده. باشه، ببین بهت میده ولی شرط میذاره. عزیزم با سودش بگیر. بابا جون میخواین منم باهاتون بیام؟ نیازی نیست، با مادرت میریم. پولو که گرفتیم حتما یه کارایی میکنیم دیگه. نه دخترم، ول خرجی نداریم. تا وقتی یه خونه درست حسابی نخریم به اون پول دست نمیزنیم، مگه نه علی رضا؟ وقتی شما میفرمایین حتما همینطوره. مبارکتون باشه. خیلی متشکرم. ایشالله که خیر باشه. برای شما هم همینطور. علیرضا خان، آگهی رو کی برمیدارین؟ اگه یه وقت مشتری دیگه ای بیاد. آقای سلامی، میگیم فروخته شده، خونه دیگه مال شماست. بیانم که گرفتیم. لطف میکنین. علیرضا خان، قرار بود کپی سندو به من بدین، میخوام کارا رو شروع کنم، دفتر خونه و این چیزا رو آماده. حتما حتما، داشتم فراموش میکردم. بفرمایید. فردا صبح تو محضر میبینمتون. موفق باشید. متشکرم گرمان، خدافظ. خدا نگهدارتون باشه. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خیریه، یکم قدم بزنیم. باشه عزیزم، سب کن بذار اول کیفو بگیرم وسطمون ازمون نزنن. اگه این پول به تسویه وام میرسید فوراً تسویهش میکردم، دوست ندارم به جای بدهکار باشم. اما این وام همش یک سال است عزیز دلم، تو تازه یک هفته است وام گرفتی، یکم صبر کن. بعد از اینکه تمام پولو گرفتی اگه خواستی وامو تسویه کن. نه دیگه ناراحت نباش، بخند دیگه علی رضا. میدونم از اینکه خونه رو فروختی ناراحتی، اما در عوض گرفتاریا و مشکلاتمون تموم میشه، بچه ها راحت میشن. به این فکر کن. میدونم خیریه، همه این خونه برای من یه چیز دیگه بود. سالهایی که ازش دور بودم همیشه به این خونه فکر میکردم، خودم رو قوی احساس میکردم. نه، انگار پدرم پشتم بود. نه ترس، من همیشه پشتتم عزیز دلم. عزیزم، چای سرد شد. باید خیلی زود با هم صحبت کنیم. میدونم. یا کار فرخنده است یا اون زنت، باید هرچه زودتر بفهمیم. من تمام تلاشمو میکنم، شما اصلا نگران نباشین عثمان خان. تنها نیستی؟ نه. یامان پیشته؟ نه. فهمیدم زنته. ببینین چی میگم عثمان خان، شما اصلا ناراحت نباشین، به هیچی هم فکر نکنین. به نظرم یه مدت به این موضوع فکر نکنین، فراموشش کنین. وقتی موضوع رو پیگیری کردم میام در مورد نتیجهش با هم صحبت میکنیم. باشه باشه، اما این موضوع بزرگتر از این میشه، هر کاری میخوای بکنی. باشه، میبینمتون. یکی از مشتریام بود. لیلا خانم، میخواییم بعدم بیام دنبالتون؟ نه لازم نیست، خیلی ممنون. لیلا، درساتو خوب بخون عزیزم، شب میبینمت. تفلک عزیزم. دست در نکنه، روز خوبی داشته باشی.
سلام علیکم. سلام، حالتون چطوری؟ خوبم خدا رو شکر، روز بخیر. نگر خانم، یه لحظه. بفرمایید. میخواستم یه چیزی بگم، میخواستم چیزو بپرسم. آها، ماشاءالله عکسای صدف خانم دخترتون پخش شدن، خیلی تبریک میگم. بله بله، خیلی ممنونم، باعث افتخارمونه به خدا. باور کنیم به عنوان یه دوست اینو میگم. تشکر میکنم، سایتون کم نشه، خداحافظ. خاک بر سر دهمت، عرضه یه احوال پرسی هم نداری. اوف. آخه تو رو چه به نام فرستادن آدم بیشور، آخه یکم فهم نداری؟ با تو نیستم دادش، نگاه نکن. ای بابا، خیریه بیا. چی شده عزیزم؟ بیا بیا. خیر باشه. آخه چی شده علی رضا؟ بیا. سلام علیکم. سلام، بفرمایی قربان، خوش اومدیم. میخواستیم علنگاهاتون رو ببینیم. چشم حتما. پناه بر خدا، تو حالت خوبه علی رضا؟ علنگ رو واسه کی میخوایی؟ برای تو. زود باش انتخاب کن، زود باش. تو عروسی شوکت علنگاهاتو در وردی و دست فرخنده کردی علی رضا. حالا زود باش، از همون مدل انتخاب کن، 5 تا میخوایم. ای خدای من. یه دونم برای لیلا انتخاب کن، تو عروسیش نتونستیم چیزی بهش بدیم. این خوبه، اما به نظرم اینا خیلی قشنگ تره. اینا رو هم ببینم، ای خیلی قشنگن. برای لیلا تو انتخاب کن علیرضا، خودت انتخاب. این خوبه. این پسرم، اینو برامون بکش ببین چقدر میشه. چشم خانم. مامان اینا اومد. اینا تا این وقت شب کجا بودن؟ اوه، اینا چی دیگه؟ سب کن دخترم، بذارین بیایم تو. بعد سب کن، سب کن، ای خدای من، حالا میبینین دیگه. اوه، چقدر خرید برای همه تون خریدی. خوب به خودتون رسیدیم. آره، واسه همه تون. بابا نگرانتون شدیم. خوش اومدی پسرم. جم خوش اومدی. سلام، ممنونم. از بانک اومدیم با خیریه، گفتیم که بریم یکم خرید کنیم. خب آقا جم، حالت چطوره؟ خوبم، خیلی ممنون. این چیا خریدین مامان؟ کدومشون مال منی؟ سب کن به همشون نریز عزیزم. این مال توه، اینم مال فرخانده. ممنون. فکرت بیا کادوتو بگیر. آخ آبجی، فکرت رفته خونه خاله نیرینا، خاله نیر گفت بیاد برای خیاطی کمکش کنه. واسه داداش جمم هدیه خریدین؟ معلومه که خریدیم، جورابا مال اونه، برای شوکت هم چند تا خریدیم. ببخشید پسرم، چیز قابل داری نیست. خیلی ممنون، لطف کردی. اینم مال تو عایشه جونم. ببینیم. شما که یه روزه همه این پولا رو خرج کردیم. علیرضا خان برام خرید، دستش درد نکنه. بابا جون، به من 5 تا دادین، به مامان خیریه 6 تا. قبول نیست بابا جون. همش مال شما هست دخترم. اونایی که تو دستش بوده به چه کسی هم داد؟ کسی یعنی چی؟ به من داد شوکت خان، حالا من شدم کسی؟ تو هم بردی فروختی. شوکت مامان، مگه دارم دروغ میگم؟ شوکت، اگه فروختم پولشو که هدر ندادم، باهاش یه دستبند جدید خریدم. اگه خونه ما بمونی مطمئن باش حوصله‌ت سر نمیره. حالا هرچی، هدیه رو که نباید بفروشی. وای شوکت، داری گیر میدی ها دیگه. از اینجا انگار موضوع داره جدی میشه. بچه ها مهمون داریم، زشته. پاشین وسایلتون از روی میز برداریم، زود باشین. نجلا تو هم به خواهرت بگو زودتر بیاد، میخوایم شام بخوریم. برو دخترم. Dökülür yeni bir yer.
خانم تکین خیلی شیک شدین. عزیزم من همیشه شیکم. بعد از گرفتن پول نکنه میخواین دوباره برین عقد کنین، اونم یواشکی. فکر بدی نیست خیریه، نظرت چیه؟ عزیزم عقد من و تو هیچ وقت قدیمی نمیشه، همیشه تازه است. به به به. امیدوارم 40 سال دیگه ما هم همین حرفو بزنیم. تا وقت داریم یه قهوه برام درست کن خیریه. با کمال میل عزیزم. بابا جون تو محضر که کارتون تموم شد منتظرتونم، اگه زود کارتون تموم شد بیان که نارو با هم بخوریم. باشه پسرم. خیلی خوب میشه، برای فروش خونه هم جشن میگیریم. خب منم دارم میام. لازم نیست دخترم. مگه میشه اونم با اون همه پول؟ اصلا درست نیست تو خیابون با پولا تنها باشیم. پول نقد که قرار نیست بگیریم، حتما بهمون چک میدن، درست نمیگم شوکت؟ آره ولی حق با فرخنده است، با هم برین اینطوری منم خیالم راحت تره. باشه پسرم. باشه پس بعدن میبینم تو. خداحافظ پسرم. خداحافظ عزیزم. زود باش دیگه مامان بسه. خدا از چشم بد و حسود حفظت کنه. خیر پیش دخترم. منو ببین. کارت که تموم شد به هم زنگ بزن. باشه؟ نگرانم که مصاحبتون چی میشه. ببین دخترم، اگه خیره که ایشالا درست بشه، اگه نه میخوام اصلا انجام نشه. اگه خواستن یه وقت باهات قرار داد امضا کنن امضا نکنی. فهمیدی؟ باشه مامان. برو تو. مواظب باش. ای وای خدا. خدایا خودت پشت و پناهش باش. سلام. سلام خواهر. صبح بخیر. صبح بخیر. کجا میری؟ مگه هنوز عکاسیتون تموم نشده؟ برای بازی تو فیلم تبلیغاتی دعوتم کردن. آه فهمیدم. موفق باشی. خونه رو فروختی؟ آره یه چند ساعت دیگه بابا اینا میرن محضر. کی قرار اسباب کشی کنین؟ مشخص شده؟ هنوز که خونه پیدا نکردیم، ولی باید هر چه زودتر یه جایی پیدا کنیم و بریم دیگه. بهتون عادت کرده بودیم. من وقتتو نگیرم، بعدن میبینمت. خداحافظ. خداحافظ. چهجوری
شماره حساب لیلا رو ازش گرفتی خیریه؟ آه یادم رفت برم زنگ بزنم، اما الان که سر کلاسه. مهم نیست، یه حساب دیگه براش باز میکنیم، پولش اونجا واریز میکنیم. خدا کنه فکرت کلیدا رو برداشته باشه، یه وقت نمونه تو خیابون. نگران نباشین برداشته، بعدش تا شب که قرار نیست بیرون بمونیم. به زودی صاحب 1,750,000 تا پول میشیم و برمیگردیم. بریم دیگه. پاشو خیریه، بریم دیگه. خیلی خوب، الهی به امید تو. روز بخیر. بفرمایید. دو روز پیش این نامه از اینجا به یه شرکت فرستاده شده. بله ما فرستادیم. مشکلی پیش اومده؟ میخوام بدونم که کی اونو فرستاده. از آیهان. از آیهان که منم خانوم، اما این نامه رو کسی دیگه با مشخصات من فرستاده. نه بابا. دوربیناتون همیشه فیلم میگیرن نه؟ بله، ولی تا دستور کتبی نداشته باشین نمیتونین ببینین. بین خودمون میمونه، به کسی چیزی نمیگی. خیلی سخته، نمیشه. اما اگه شما بخواین میشه. وای به خدا پشیمون شده، حالا میبینی. خیر یه دوباره شروع نکن. شماره موبایلشو داریم بهش زنگ بزنیم؟ راست میگه، فکر خوبیه. شماره رو بده علیرضا، بده فرخنده بهش زنگ بزنه. شماره رو میگیرم میدم به شما. زنگ میخوره، بفرمایید. بگو ما دم در منتظریم، نکنه اشتباهی رفته باشه جای دیگه. خیریه پشیمونم نکنه. الو آقای سرامی. سلام، من علیرضا هستم. بله دارین میاین؟ بله صداتون قطع و وصل میشه. آه فهمیدم، آه تو راه هستین، خیلی خوب. باش داره میاد. مچک داره میاد. آره آی چقدر خوب، گفتم تو 5 دقیقه دیگه اونجا. خیالم راحت شد، خدا کنه مشکلی پیش نیاد. تا چند لحظه دیگه شما یه خانم خیلی پولدار میشین، لطفا نظرتون رو اعلام کنید. کاش که دوربین رو آورده بودیم چند تا عکس میگرفتیم. آختی دی یادمون رفت. یعنی چی؟ تو این شرایط مثل ندید بدیده میخوای عکس بگیری واقعا که؟ باشه باشه. عجیب. مثلا داریم خونه رو میفروشیم، حال روزتون رو ببینین، توی یه ساعت چند دفعه قهر آشتی کردین. فقط امروز که نیست، همیشه همینطوری هی قهر میکنی. ساکت، بیشتر از این عصبانیش نکنی. فرخنده با تو هم. زود باشین، یکم سریتر ببینین تا رئیسم نایمده تمومش کنین. برین تو تایمی که نامه رو آوردن. یه لحظه یه بار دیگه میرین اقعا. میشه بزرگش کنین؟ زوم کنین لطفا. فکرت. Mm-hmm.
کاری کردم به خاطر لیلا بوده. اگه اون بچه مال عز باشه نباید این زندگی ادامه پیدا کنه. لیلا نباید زندگیشو با این دروغ ادامه بده. اما اگه این بچه مال عز نباشه چی؟ اگه همه چی به خاطر من به هم بریزه چی؟ چطور این کارو کردم؟ خیلی باید منو ببخشید، خیلی معطلتون کردم. این چه حرفی مهم نیست، ترافیک استانبول دیگه. راستش اینطور نیست، دیروز همش تو شهرداری بودم واسه پیگیری. خدا شاهده که دیروز اونجا پیش کسی نبود که نرفته باشم. مشکلی پیش اومده؟ متاسفانه بله. وای چی شده خدای من؟ موضوع چیه؟ یه بخشی از خونه رو شهرداری میتونه تصرف کنه علی رضا خان. یعنی چطوری؟ راستش اینجوری گفتن، به خاطر پروژه جدیدی که شهرداری احداث میکنه یه قسمت از حیات خونتون توی طرح قرار میگیره. چطور ممکنه؟ همچین چیزی امکان نداره. به خدا همینطوره که گفتم، با این شرایط. وای نکی، مجبورم از خرید خونه صرف نظر کنم، باید ببخشید. درست زمانی که فکر میکردیم با این پول میتونیم به آرامش برسیم و تمام مشکلاتمون رو حل کنیم، یه دفعه همه چی خراب شد. خیلیه. پول بیانه خونم خرج شده بود. بعد از این روزای سختی در انتظارمون بود. همه چی تموم شد، تموم آرزوهامون به باد رفت. چه فکرهایی داشتی؟ مامان جون صبر کن، بذار ببینیم راست میگه یا نه. ای خدا، من چه زن بدبختیم، بی خودی امیدوار شدم. مامان آروم باش. نمیخوام آروم باشم، ولم کنی. آدم قبل از اینکه بخواد خونشو بفروشه باید که تحقیقی بکنه. میبینی بازم مقصر شدم. وای دیگه تو این خونه میپوسیم، درست وقتی که فکر میکردیم همه چیز درست میشه خراب شد. حالا چیکار کنیم شوکر؟ چیکار باید بکنیم؟ عشقم تو رو خدا آروم باش، بابا مینا تو شرایط خیلی بدی هستن، همه چی به هم ریخته. لطفا به خدا دارم دیوونه میشم. های چه فکر و خیالایی داشتی، میخواستیم برای هر کدومتون یه خونه بخریم، گفتیم گرفتاریامون تموم میشه. فکر میکردیم دیگه اونطوری که دوست داریم زندگی میکنیم. بس کن دیگه خیریه، قسمت نبوده، حالا میگی چی کار کنیم؟ دنیا که به آخر نرسیده، یه فکر دیگه ای میکنیم. خب میخوای چی کار کنی؟ حرف علکی نزن. اگه قبل از اینکه خونه رو بذاری برای فروش این موضوع رو فهمیده بودی، الان این بلاها سرمون نیومده بود. ای خدا ماما، راحتم بذاری، سرم درد میکنه، میخوام بخوابم. وای دخترا، ماما سرم داره گیج میره. مامانی خوبم، خوبم، نترس دخترا. مامان جونم خیلی خوب، باشه باشه، دلم خودم میرم. این چه حرفیه که میزنی؟ آخرش میمیرم، عمتون راحت بشین. بابا جون بیا بشین، من میرم برای چای بیارم. پیش پرداخت خونه رو چیکار کنیم؟ راست میگی، همشو خرج کردیم رفت.
شما خودتو ناراحت نکن، یه فکری میکنیم، یه راهی پیدا میکنیم. فکر کردن نداره، خودش منصرف شده، به شما ربطی نداره. این چه حرفیه فرخونده خانم؟ اگه خونه تو طرح شهرداری نبود اون میخریدش، اون بیچاره چه گناهی داره؟ مامان خیریه چه گناهی داره؟ تفلکی، حالا باید علنگوش رو دوباره بفروشه. ای سرم الان فشارتو میگیرم مامانی، باشه؟ فشارم ساده، دستتو بدی. ای خدا، باز کن دستتو. چنده؟ یکم بالاست. خودم میدونم خیلی بالاست. مامان بذار برم برای تابلیمو بیارم. آی دارم میمیرم. اونطوری نگو عزیزم. شاید بشه یه جوری این موضوع رو حل کرد، ممکنه که یه اشتباهی شده باشه. فردا میرم از شهرداری میپرسم، ببینیم خدا چی میخواد. میدونین که اگه کارمون بیفته به قسمت پس دیگه شانسی نداریم. سلام. خوش اومدی اوز. ممنونم عزیزم. برای خونه خیلی ناراحت شدم. وای نگو، همه خیلی ناراحتن. من میرم به کارم برسم. باش. خوش اومدی. فرخونده چه خبرها؟ خبرها رو که شنیدی، همه یه نقشه هامون دود شد رفت هوا. چرا دیر کردی؟ واسه یامان خان یه مشکلی پیش اومده بود، یه آدم احمق بهش تلفن کرده بود و یه چیزایی گفته بود. میدونم، بعدش هم براش نامه فرستاده. تو اینو از کجا میدونی؟ عوض به من شک کرده بود. مسخره است نه؟ فکر کرده بود میخوام سر به سرش بذارم. مگه میشه در مورد همچین موضوعی شوخی کرد؟ معلومه که نمیشه، نبایدم بشه. من این موضوع رو پیگیری کردم، رفتم همون شرکتی که از اونجا نامه رو فرستاده بودن. معلوم شد کار کی بوده؟ نه، کسی یادش نبود، اما مدرک بهتری پیدا کردم.